نکته دومی که دوست داشتم بگم در مورد توهین جنسیه. من دیشب آگاهانه یک توهین جنسی خیلی علنی و بسیار بسیار عریان مشتبه واحدی کردم. آقای مشتبه واحدی در برنامهشون گفتن که من در مورد امیددانا نمیخوام نظر بدم، متاسفم که ایشون بیننده داره، و گفتن که این پسر به اتهام گرایشات جنسی در ایران زندان بوده و از این جو حرفا. یعنی وقتی که حریف استدلال من و منطق من نمیشن، خب اینا چیزیه که آقایون دارن دیگه، سریع اتهامات جنسی. من بسیار آگاهانه توییتی زدم و گفتم که آقای مشتبه واحدی درست میگن، بنده رو با همسر گرامی ایشون به صورت میدانی روی کار و زیر کار با هم گرفته بودن. البته خیلی گفتن خانومت مثلا ناراحت نمیشه، اینا قبلش از خانومم اجازه گرفتم و مورد مال قبل از این بود که با خانومم ازدواج کنم. شوخی میکنم شوخی میکنم، ولی این توییت زدم. بعد یه عده خب عزیزان آقا با همسرش چی کار داری، معلم اخلاق میشن اینا. بسیار آگاهانه این توییت زدم و قبلا هم این برخورد رو با یه چند دیگه از اصلاح طلبا داشتم که مسائل جنسی رو بیان میکنن. برای اینکه ما یک اکثریت خاموشی داریم که این اکثریت خاموش به خاطر که مورد اتهامات و توهین‌های جنسی قرار نگیرن پا به میدون نمیذارن. این فضا باید بشکنه. طرف مقابل چون با خودش این برنامه رو داره، با خودشون این جنبندی رو داره که میگه آقا ما توهین جنسی رو میکنیم، و این طرف چون مثلا حیا دارن و اینا، بالاخره ماها چون افراد خانواده داری هستیم و اینا چون افراد خانواده داری هستن حیا میکنن، جواب ما رو آنگونه که باید نمیدن. ولی نه، من به یک جنبندی رسیدم که دوران بزن و در روی توهین جنسی تموم شده. یعنی اگه کسی توهین جنسی بکنه و شناسنامه داشته باشه، چون خیلی حالا تو فضای مجازی خیلی ها میان توهین جنسی میکنن، اینا رو که نباید بری جوابشون بدی، ولی اگه دارای شناسنامه باشه در سطح مشتبه واحدی، در سطح علیرضا نوری‌زاده، در سطح برخی از این چهرهای اصلاح طلب که قبلا من از خجالتشون در اومدم و میدونن چجوری هم در اومدم، اگر هر یک شخصیتی باشن که شناسنامه دار باشن، توهین جنسیشون رو اگه یکی زدن 10 تا میخورن و به شدت من پاسخ میدم. و از مدل پاسخ که دیشب با آقای مشتبه واحدی دادم، از این مدل پاسخ میدم و من میدونم به شماها فشار میاد، چون من پوستم کلفته، من شخصا پوستم کلفته، سالهاست به من دارن خوش رکیک میدن. اگه میخواد از نظر روانی، چون خوش رکیک دادن تلاشیست برای ضربه روانی به طرف مقابل، خب اگه این فوشای جنسی و اینا به من و همسرم یکی قرار بود علاوه روانی به ما جواب بده که خب میداد دیگه، الان من این همه سال تو صحنه نبودم. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، توهین جنسی رو من اثری نداره، ولی مطمئن باشید مدل توهینی که من بهتون میکنم بسیار بسیار اذیتتون میکنه، چون من تو حوزه جنگ روانی واژگان رو نمیام بیان کنم، واژگان اول در سرنگ میریزم. آقای مشتبه واحدی، آقای نوری‌زاده، بقیه اصلاح طلبایی که قبلا از این شکر رو خوردید، من حرف رو نمیام اینجوری بیان کنم، من اول ابتدا در سرنگ میریزم، بعد رگ دستتون میارم، دوتام اینجوری میزنم رو دستتون، و این توهین های جنسی که دارید میکنید رو با یک ادبیات خاصی بهتون تزریق میکنم و مطمئن باشید اذیت میشید. شما مطمئن باشید در حوزه حداقل جنگ روانی، آقای مشتبه واحدی صحبت زندان کردی، خیلی جالبه که در زندان ما نزدیک 300 تا زندانی داشتیم و یه محیط 1000 متری بود. نه، ما 200 از این زندانی ها چون مجاهد بودن، بعضی ها القاعده‌ای بودن، بعضی ها اصلاح طلب بودن، من با همه اینا درگیر بودم دیگه، چپ بودن، خب من اون موقع هوادار پادشاهی از اون مدل هم بودم، با همه اینا هم درگیر بودم. اینه با این 200 زندانی که من درگیر بودم، این دونه دونهشون رو در یک محیط 1000 متری گریهشون رو در آوردم. این دیگه برو خاطرات زندانیان سیاسی رو بخون که بعضا هم اومدن اتفاقا در خاطراتشون گفتن. الان که ببین فضای مجازی و فضای رسانه اینا گرگشاده، اون موقع من دور از خانومم 2 سال در زندان در یک محیط 1000 متری بالاخره با یک شرایط محدود حریف من نشدید. الان که دنیای مجازی گرگشاده،
و من 4 تا به شما فوش میدم، 4 تا شما حمله میکنی، بعد میام اینجا لب سواحل جزایر قناری، یه مقدارم اگر بخوام چیز کنم دوربین میبرم بالا، یه مقدار اینجا پری رویان هم میبینم و دیگه پریام اینجا واسه خودشون شنامینا میکنم، بعد وقتا میشینم اینجا یه درینکی هم میزنم و حالشو میبرم در این شرایط که دیگه حریف من نمیشی. بنابراین وقتی که در یک فضایی که تو خونه شیشه ای زندگی میکنید آقای وایدی، سنگ خونه دیگران پرتاب نکنید. توهین جنسی نشانه ضعف شما هست. ولی من پاسخ بهتون میدم، وارد اخلاقیاتم نمیشم که آقا این حالا به من توهین کرده، با مثلا مادر و همسر و خانوم های بالاخره نزدیکش کار نداشته باشم. نه، دوران بزن و در رو تموم شده، چون شماها به یک جمع‌بندی رسیدید که چه شماها بخش قابل توجهی از شما مخالفین نظام بی خانواده هستید و در یک برداشتی که به نظر من محاسبه اشتباهی هم کردی، اشتباهی محاسباتی تونه. اشتباهی محاسباتی شما اینه که چون شماها خودتون رو بی خانواده میدونید، میگین ما توهین جنسی رو که به کسانی که امروز حامی به هر حال هسته مرکزی نظام هستن و هوادار ایران هستن، مثل ماها که وطن پرستن، اینها چون خانواده دارن ما توهین کنی، اینها نمیان به مانند ما پاسخ بدن. کاملا اشتباهی محاسباتی میکنی، چون من 10 برابر بدتر پاسخ میدم و تا الان هم ثابت شده بهتون. یه نکته اینم ولی اینجا اشاره کنم، من بدترین توهینا رو به این جماعت تا حالا کردم و خیلی جالبه در این حال حتی برای یک بارم از الفاظ رکیک استفاده نکردم. یادتون باشه در جنگ روانی از الفاظ رکیک به مانند دشمن استفاده نکنی، نه به خاطر اخلاقیاتش، اصلا اخلاقیاتو بریز دور. من به خاطر حفظ کشور پاش برسه اخلاقیاتم زیر پا میذارم. الفاظ رکیک استفاده نکنی. ببینید من این همه بدترین توهینا رو میکنم به اینا دیگه، ولی لفظ رکیک یا از واژگانی که شما میشناسید، واژگان کشدار هستش. الان هم یه چیزی مثلا مطرح شده، میگه کت طرفو میبرن میکشن، حالا دیگه واژهشو دقیق نمیگم. از الفاظ رکیک استفاده نکنید. دلیلش در حوزه جنگ روانی اینه که کسی که لفظ رکیکو میاره در حوزه جنگ روانی بر هم ریخته، عصبی شده و پناه میبره به این واژگان رکیک. شما اون لفظ رکیکو بایستی با واژگان تمیز جوری به چرخونید که اتفاقا بار معنایش هم بدتر بشه برای طرف مقابل و تأثیرش مطمئن باشید بیشتره. مثلا من هر زمان که میخوام اون انگشت رو مثلا چیز کنم به اینا حواله کنم، نمیام بگم مثلا انگشتم رو چیز کنم فیزیکی نشون بدم، میگم مثلا انگشتی که بین دو تا انگشترمه در ذهنشون استوار تصور کنن. ببین اون حرکت یه لحظه است دیگه، ولی من اینو پیچوندم، تأثیرش از لحاظ روانی برای دشمن بیشتره. یا الان شما مثلا دیشب من یه توهین خیلی بدی به مشتبه وایده کردم و توهینم بسیار آگاهانه و روشم کار کردم که چگونه توهین کنم که این حسابی تا صبح مثل مار به خودش بپیچه، ولی لفظ رکیک استفاده نکردم. این یادتون باشه به هیچ عنوان، اولا حالا فارغ از این که اخلاقی نیست و در فرهنگ ما نیست، ولی من از منظر اخلاقی و فرهنگ عرض می کنم، فارغ از این که اخلاقی نیست و در فرهنگ ما نیست، که من اینجا بازم میگم به خاطر این دوتا قضیه نمیگم، در حوزه جنگ روانی تاثیرگذار نیست. من زمانی که دشمن الفاظ رکیک برای من استفاده میکنه، خب خیلی هم خوشحال میشم، میگم این دیگه کاملا کم آورده، کاملا کم آورده، مجبور شده پناه ببره به الفاظ رکیک. خب لفظ رکیک رو که بچه 5 ساله هم میتونه بیان کنه، ولی این که هنر نیست. هنر اینه که در برابر این افراد که توهین میکنن، توهین رو جوری بهشون بکنی که الفاظ روانی تاثیرگذار باشه، دهنش سرویس بشه طرف. این روشیه که من استفاده میکنم. در تمامی این سالا الکی بالاخره یه بخشی از مخاطبان به ما سردار رسانه نگفتن، این روشی که همیشه استفاده کردم و جواب داده و دیدم که طرف مقابل چجوری آتیش میگیره. من میگم آقا تو خوش، ببین خیلی جالب بود، دو سه تا تیکه بعضی وقتا به اینا، چون برنامه‌مم هیبریدیه، اون فوشای بسته بندی شده رو میندازم وسط برنامه، هر کی خودش صاحب فوش میاد برمی‌داره. یه بنده خدایی بود این آقا، خیلی توی حالا یکی از کشورهای اروپایی هی ویدیو درست میکرد، ما رو مسخره میکرد، ادای منو در میآورد مسخره میکرد. من یکی دو بار فقط تیکه انداختم تو برنامه بهش، من اومد یه برنامه جدی گذاشت، این همیشه منو مسخره میکرد تا
من اومد یه برنامه جدی گذاشت، گفت به خدا من امید دانا رو ببینم، یه کار دست خودم میدم و اینو میکشم میرم زندان. بعد من خندم گرفت، گفتم عزیزم قضیه برعکسه، تو وقتی که داری این برنامه میسازی منو مسخره میکنی، من بعد عصبی بشم بگم تو رو میکشم، تو چرا حالا اینقدر عصبی شدی؟ دشمن خیلی ضعیفه، اینو من بهتون بگم، دشمن کسانی که در جبهه مخالف وایستادن بزرگاشون، من امروز در یک اتاقی از کلاپوس 20 دقیقه رفتم گوش کردم، خانم منیژه حکمت و دو سه تا دیگه از استاد طلبا داشتن نظریاتشون رو میگفتن و من دیدم چقدر نظریات اینا رادارش پایینه، در رادار پایین مسائل رو بررسی میکنن و چقدر لول پایینیه و چقدر لحظه به لحظه علاوه استدلال و منطق جبهه مخالفین لحظه به لحظه نزول پیدا میکنن، لحظه دارن نازل تر میشن و این نزولی که اینا دارن پیدا میکنن نشون میده بسیار شکنندن و دشمن امروز از چارچوب مبارزه رسیده به چارچوب عقده‌گشایی و در جنگ روانی و در مبارزات سیاسی در قالب سیاسی اینها وارد فقط عقده‌گشایی های روانی شدن. بنابراین شما امروز با یک اپوزیسیونی که مثلا سالم باشه دیگه طرف نیستی، اینا به خاطر اینکه مطمئنن دیگه شکست خوردن و نه تنها نظام ایران سقوط نمیکنه و ایران رفته به سمت یک امپراتوری، اینها نمیتونن این قضیه رو برای خودشون حل و فصل بکنن و نمیتونن با این قضیه کنار بیان و هضمش بکنن. برای همین کسانی که امروز دفاع میکنن از کشور همچون امید دانا که تو صحنه هستن مورد آماج حملات و عقده های اینا قرار میگیرن. حالا در مورد من که خب تفلکی هم اشتباه میکنن، چون اینا میان به کسانی که امروز دفاع میکنن از ایران پشت میدن، همه هم مثل من نیستن، خب بالاخره حق هم دارن، من همه زندگیمو گذاشتم دیگه، طرف خب خیلی از شما نمیتونی همه زندگیتونو بذارید، من اینا میخوام اونجا عقده گشایی کنن، تفلکی ها میان سر من عقده شونو خالی کنن، یه دفعه میبینم من 4 تا میذارم بهشون برمیگرده دیگه فشاری میشن تفلکی ها دیگه، قاطی میکنن و بعضی هاشون همش آرزو شونه که برسن به ما پشم صورتمونو بخورن و هی میگن امید میایم بالاخره این کارو میکنیم، ولی هنوزم کتف چپ ما هم نتونستن کاری بتونن بکنن. و این ببین شما همین لفظه‌ای که میام اینا رو دیوونه میکنه، ولی مثلا این لفظا رو من نمیام، اون واژگان اوریان و زشت رکیکشو به کار ببرم. اینم خواستم بگم چون بعضیا معلم اخلاق نشن. در حوزه توهین جنسی بنده مدت هاست، امروز دیروز هم نیست، بنده 3 ساله تصمیم گرفتم توهین‌های جنسی رو به شدت و آگاهانه پاسخ بدم و یکی دو نفر دیشب برای من نوشتن که آقا ما از تو انتظار نداشتیم. بس از کی انتظار داشتی؟ ببین من تو فضای کار سیاسی قرار نیستش که بیام ایران پست و مقام بگیرم نیاز داشته باشم شسته رفته رفتار کنم. من اصلا برخورد شسته رفته رو تاثیرگذار نمیدونم تو حوزه رسانه امروز با توجه به شبکه‌های اجتماعی. حوصله اینجور بازیه که آی من بمیرم تو بمیری هم ندارم، نیازی هم ندارم به خاطر که بخوام نقش بازی کنم. جایگاهم جایگاهی نیستش که بخوام الان خودم رو جایی جا بدم. من همیشه تا آخر عمرم تصمیم گرفتم در این جزایر قناری اینجا بشینم و این اقیانوس اطلس رو تماشا کنم و تصمیم گرفتم که در جمع ایرانیام در مرکز اروپا اینا هم دیدارهایی که دارن به صورت خصوصی و رفاقتی، یعنی در سازمانی یا حزبی هم قرار نیستش که برم عضو بشم، نگران بچه خودم بشم. من مسیرمو دارم میرم، یه پرنسیبی هم برای خودم رعایت کردم، یه چارچوبی هم برای کار فکری خودم رعایت کردم، پرهیز از الفاظ رکیک جز خطوط قرمز منه، یعنی در حقیقت وارد الفاظ رکیک هیچ وقت نشدم، ولی یه چارچوبی هم دارم، حوصله شسته رفته بودنم ندارم چون تاثیرگذار نیست لفظ قلم صحبت کردن و حالا نه از اون ور بوم آدم بیفته مثل این شاخهای اینستاگرام دیگه هرچی ادر نشه، اونا دیگه از اون ور بوم میفتن و بسیار بیادب میشن، یه ده از این ور بوم میفتن بسیار لفظ قلم میشن، نه در حدش آدم بتونه، من چیزایی که میگم بیشتریاشو میشه تو جمع گفت که تأثیرم داره، چون من برام تأثیرگذاری فکری خیلی مهمه. من یه عمری خدا بهم داده که 40 سالش گذشت، یه 40 سال دیگه نهایتاً زندم اگر زنده بمونم، برای میخوام این عمر من به بتالت نگذره، یک تأثیر جدی فکری بذارم. خب در چند سالی که دارم برنامه سازی میکنم قضاوتش با شماست که آیا این تأثیر فکریه تولید شده یا تولید
نشده. این هم یه نکته یه که خواستم بگم. بنابراین به یک جنبندی رسیدم که این مدلی برنامه سازی میکنم و به این مدل فعالیت هامو ادامه میدم. قربونتون برم، عاشقتونم. میخواید چهار تا کامنت هم میتونم بخونم، با اجازتون برم. کسی رو نمیخوام بالا بیارم به خاطر اینکه تو شرایط بالا آوردن کسی نیستم، ولی دمتون گرم. برنامه خیلی مهمه پخش بشه. وایرال سازی کلیپ هایی که در میاد، بچه های میهنیار خیلی زحمت میکشن، صحبت های من رو دارن کلیپ میکنن. کلیپ ها رو خواهشم پخش بکنید. در فضای اینستاگرام هر کی میخواد میتونه تمام برنامه من رو کامل بذاره، اون مشکل نیست. و دم همتون گرم دوستان، قربونتون برم، عاشقتونم، پاینده بشید.